سلام به شما عزیزان در هر کجای ایران و جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن، با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. 9:30 شب به وقت تهران، 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن آفتابی اما بسیار سرد. چون دوشنبه شبهای پیشین در این شماره از تفسیر خبر نیز میپردازیم با آنچه که در عرصه حقوق بشر در ایران میگذرد، فرصتی نیز هست این برنامه تا بپردازیم به تلاش های دور از چشم عموم افرادی که در تأمین حقوق بشر گام برمیدارند، زندگی می کنند، فعالیت چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران. آنان که نه در کلام که در عمل نیز زمینه رو برای همزیستی افکار گوناگون در کنار هم فراهم می کنند. در نیمه نخست برنامه همراه با خانم اختر قاسمی، روزنامه نگار در کل، میپردازیم به چنین موضوعی: در گذشته بیژن دادگری، انسانی که در آلمان کلن فراهم آورنده زمینه‌ای بود برای همزیستی افکار گوناگون در کنار هم، درگذشت و بسیاری رو از این بابت غمگین ساخت. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خانم اختر قاسمی گرامی، نیاز به معرفی بیشتری جز بردن نامشون و دیدن تصویرشون نیست. روزنامه نگاری که سالیان سال هست در عرصه‌های مختلف تصویری و نوشتاری و رادیویی فعالیت دارند و در کنار فعالیت‌های روزنامه نگاری، نوشتاری و گفتاری و تصویری، عکاس برجسته نیز هستند، عکاس خبری هم در نشریات فارسی زبان و آلمانی. به اتفاق شما عزیزان به ایشون خوش آمد میگیم. درود بر شما آقای چالنگی عزیز و درود میفرستم به بینندگان تلویزیون ایران فردا در سراسر دنیا و به خصوص در ایران. درود به هموطنان عزیزم. خانم قاسمی عزیز، ضمناً سرفرازی ماست که همشهری هستیم، اهل مسجد سلیمان هستم. یه پرسش قبل از هر چیزی، الان فصل نزدیک عید هستیم، فصل کنار هست در خوزستان، مسجد سلیمان به خصوص، نه؟ بله دقیقاً آقای چالنگی، الان درختان کنار همچنان سبز و میوه های زیبای کنار که شاید البته خیلی ها ندونن کنار چه میوه ای هست که شبیه بشه گفت زالزالک میمونه، گرده، که وقتی که رسیده میشه قرمز خیلی خوش رنگی میشه، قرمز صورتی و میوه بسیار خوشمزه ای هست. و آقای چالنگی ما رو به دیارمون بردید و این فصل که همچنان منتظر رسیدن کنار بودیم که از درخت بالا بریم و کنار بچینیم. بله بسیار خوشمزه. و این رو هم من بگم، در فصل تقریبا زمستون و اوائل بهار در مناطق گرمسیر پیدا میشه. من در صحرای سینا مصر دیدم، در مراکش هم دیدم و در این دو جا رو دیدم، جای دیگه هم لابد هست، اما در مناطق دیگه ایران نیست. خوزستان فقط به نفتش مسجد سلیمان مشهور نیست، بلکه به میوه‌های به خصوصش هم مشهور هست.
خانم قاسمی عزیز، غم انگیز بود خبر درگذشت بیژن دادگری. من بخت اینو داشتم که یک بار ایشون رو زیارت کنم. در کل فضایی رو که فراهم کرده بود برای من جالب بود، برای بسیاری هم، همونطور که خود شما هم در گزارشاتون اشاره کردید. برای ما بیشتر بگید درباره ایشون، چه انگیزه ای داشت از اینکه تلاش بسیار میکرد. کسی که رستوران باز میکنه یا کافه یا هرچه، بیشتر دنبال سودش هست، طبیعی هم هست، مشروع هم هست، اشکالی هم نداره، اما به نظر میومد بیشتر ایشون دنبال یه زمینه رو فراهم کنه که از چپ گرفته تا پیروان افکار دیگه یا رهروان افکار دیگه کنار هم بشینن. فضای مطلوبی بود. برای ما درباره ایشون به طور مختصر بفرمایید، ممنون میشیم. خواهش میکنم. من از شما ممنونم که این فرصت رو به من دادید تا درباره این انسان بزرگوار دقایقی صحبت بکنیم، گرچه درباره زنده یاد بیژن دادگری واقعا میشه ساعتها صحبت کرد. من ابتدا درگذشتشون رو به خانواده محترمشون، به بستگانشون، به همه دوستانشون و جامعه ایرانی کلن آلمان تسلیت میگم. واقعا نبود ایشون یک ضایعه بزرگی برای جامعه ایرانی است. آقای بیژن دادگری بسیار جوان بودند زمانی که به آلمان اومدن، 17 سال سن داشتن و با وجود اینکه نزدیک به 50 سال رو در اینجا زندگی کرد و ایشون در این مدت فقط 2-3 ماه بعد از انقلاب با همسر و دخترشون به ایران رفتن و بازگشتن، با اینکه این همه سال در اینجا بود ولی فرهنگ ایرانی، خصوصیات ایرانی، به خصوص خونگرمی جنوبیشونو همیشه داشتن و واقعا از طیفای مختلف با ایشون دوستی داشتن و گویای این حرف من هم مراسم خاکسپاری ایشون هست که شما از نیروهای سیاسی، از چپ چپ تا به قول اصطلاح سیاسی تا راست راست در این مراسم شرکت داشتن، از مذهبیون تا آدمهای آتئیست و غیره. بیژن حدود 33 سال پیش یک کافه فرهنگی رو در مرکز شهر کل دایر کرد که بتونه از این طریق، ضمن اینکه امرار معاش میکنه، یک محلی باشه برای تجمع ایرانیان، برای اینکه اونجا بتونن همدیگر رو ببینن و یک کمکی به جامعه ایرانی کرده باشه. حتی در بالای رستورانشون یک آپارتمان کوچکی داشتن که اون آپارتمان رو در اختیار خیلی از ایرانیانی که از ایران می اومدن، از زندانیان سیاسی که آزاد می شدن تا فرهنگیان، نویسندگان، ادیبان، خیلی از افراد تراز اول مملکت ما در صحنه فرهنگ و ادب و یا سیاست، در منظورم سیاسیون، نم از رژیم بلکه افراد آزاد رو میگم، اینها همه از محبت بیژن برخوردار بودن، کمک کرد. در کافش همیشه گروه های مختلف، ایرانی های مختلف، از ملیون بگیر تا گروه های چپ تا گروه های فرهنگی هنری جمع می شدن و بیژن واقعا با خوشرویی تمام اصلا به این مسئله که اینها الان چه ایدئولوژی دارن، چه نظری دارن، اصلا کار نداشت و با مهمان نوازی خاص خودش، مهمان نوازی ایرانیش، جنوبیش، خوزستانیش که از شهر آبادان می اومد، با همون مهمان نوازیش از ایرانیان پذیرایی می کرد و بارها و بارها من خودم شاهد بودم، از خود من تا دیگر دوستان که همیشه با بیژن یک و دو داشتیم، به خاطر اینکه بارها ما را دعوت میکرد و حتی همینطوری که خود شما گفتید آنچنان به عنوان بیزینس حتی به کارش نگاه نمیکرد، که ما همیشه از این موضوع نگران بودیم و حتی میگفتیم بیژن اگر به این صورت ادامه بدی ما نمیتونیم پیش تو بیاییم. خب اون وقت خانم قاسمی، با شما که صحبت میگه، هدفش از این کار چی بود؟
یعنی آیا میخواست الگویی باشه برای یه جامعه وسیع‌تری مثل ایران، گروه های سیاسی که چون این کنار هم بشینن صحبت کنن بدون تو سر کله هم زدن یا چی؟ دقیقا همینطوری که شما گفتید آقای چالنگی. بیژن خب خودش از فعالین سیاسی بود، با جبهه ملی شروع به کار کرد، ولی این اواخر به عنوان عضو رسمی نبود، گرچه دوستان جبهه ملی همه از رفقا و دوستان نزدیکش بودن و نزدش هم میرفتن، منتها فعالیت تشکیلاتی نداشت. هدف بیژن این بود که یک امکانی رو فراهم بکنه، یعنی تا همه افراد با اندیشه های گوناگون بتونن کنار هم با هم بحث و گفتگو بکنن، بتونن فعالیت بکنن، بتون یعنی واقعا بیژن نمونه بارز یک دموکرات واقعی بود. میتونم بگم که یکی از ایرانیانی بود که معنای دموکراسی رو نه فقط در عمل نشون داد که میفهمه دموکراسی چیه، تحمل و تولرانسی رو که داشت، همیشه با خوشرویی برخورد میکرد. بیژن عاشق ایران بود و این کلمه بیژن بین دوستاش همه معروفه که همیشه از ایران به عنوان ایران خانم یاد میکرد و میگفت من یک عشق دارم و اونم ایران خانومه. هدفش این بود که تلاش بکنه در جهت رشد دموکراسی به جامعه ایران، بچه های ایرانی اینجایی رو که تلاش میکردن چه در عرصه فرهنگ و هنر چه در عرصه سیاست کمک میکرد، همیشه مثل یک مشاور، یک دوست واقعا برای همه ایرانیان بود. و خب این اون وقت خانم قاسم، این روحیه، این هدف، این ایدال هرچی که بود تا چند از اون وقت فهم شد و مورد احترام اطرافیان بود؟ یعنی تا چند از کسانی که به رستوران یا کافه یا عنوانش هرچی که بود میرفتن این موضوع رو و این روحیه رو درک کردن و احترام میگذاشتن و رایت میکرد؟ بله دقیقا همینجوره. ایرانی ها واقعا احترام خاصی به بیژن میذاشتن و متوجه این رویش شده بودن که چقدر این فرد قلب بزرگی داره، چقدر روی با گشاده روی باز از همه پذیرایی میکنه. و بیژن در واقع همونطوری که قبلا هم خدمتتون گفتم هدفش این بود که به همه بیاموزه این رو که ما میتونیم ضمن این که حتی اگر با نظر هم دیگه مخالف هستیم ولی بنشینیم و در کنار هم گفتگو بکنیم، بحث بکنیم بدون این که به اصطلاح با هم دیگه پرخاش بکنیم، دشمنی بکنیم و غیره. و این حرکت بیژن کاملا بین جامعه ایرانی مفهوم شده بود، به طوری که میگم در مراسم خاکسپاری با اینکه وسط هفته بود، ساعت 2 بعد از ظهر بود و خیلی ها سر کار بودن، ولی چند صد نفر شرکت کرده بودن و همونطوری که گفتم این آدم ها نه اینکه الزاماً همه هم عقیده بیژن بودن، بلکه طیف وسیعی رو در این خاک سپاری ما دیدیم. حتی از طیف هنری خانم سیما بینا در این مراسم حضور داشت، از جامعه رسانه آقای بهنود حضور داشت، آقای خانبابا تهرانی، مهدی خانبابا تهرانی که از مبارزین قدیمی و ایشون هم از دوستان قدیمی بیژن بودن با اینکه خودشون بیمار بودن ولی از فرانکفورت به کلن اومدن، یعنی تحت مداوا بودن، اومدن و در این مراسم شرکت کردن. اینها همه بیانگر اینه که ما میبینیم بیژن چقدر بین همه محبوبیت داشت. بله اون وقت در رستورانی که ایشون داشتن، چون من گفتم یک بار این امکان رو پیدا کردیم که سری زدیم به رستوران بیژن دادگری عزیز، اگر درست به خاطرم مونده باشه که فکر میکنم اشتباه نمیکنم، ساز و سازهای ایرانی هم در رستوران ایشون من دیدم. آیا
رویدادهای فرهنگی هنری در اونجا برگزار میشد یا سخنرانی یا بله، خیلی خوب شد که به این نکته اشاره کردین که بگم یک شنبه ها همیشه در کافه بیژن که در واقع اسم کافه کافه لیبرسو بود ولی همه به عنوان کافه بیژن اونو میشناختن. اسم چی بود اشاره کرده؟ لیبرسو، کافه لیبرسو. و یک شنبه ها همیشه با صبحانه یک برنامه فرهنگی ادبی بود، بیشتر اوقات نویسندگان، شاعرا و یا حتی افراد به اصطلاح متخصصینی که در زمینه های مختلف میتونستن سخنرانی بکنن در ماه، البته نه، یک بار در اونجا مراسم فرهنگی ادبی برگزار می شد و عمدتا هم این برنامه ها به زبان آلمانی بود و از این روزهای یک شنبه خیلی خوب هم استقبال می شد. موسیقی هم اغلب در این برنامه ها بود. یکی این برنامه ها بود که خاص کافه لیبرسو و یا کافه بیژن بود و دیگری هم همونطوری که خدمتتون گفتم اینکه گروه های مختلف اونجا جمع می شدن، گروه های تئاتر، سینما، گروه های مختلف فرهنگی، هنری، سیاسی اونجا جمع می شدن و بارها و بارها می شد، همونطوری که من اینو در یک مطلبی که 3 سال پیشم نوشتم، ما ایرانی ها که عمدتا عادت به بلند صحبت کردن داریم بارها فراموش می کردیم که اونجا مهمان های آلمانی هم هست و همه اینقدر بلند حرف می زدیم ولی واقعا بیژن با خوشرویی فقط آروم نگاه می کرد و یک اشاره کوچیکی می کرد که یعنی صدامون رو یه مقداری پایین تر بیاریم. من اینجا لازم می دونم آقای چارلنگی، همیشه این نکته رو می خواستم یعنی توضیح بدم که معمولا میگن ما ایرانی ها مرد پرست هستیم. من خیلی خوشحالم که 3 سال پیش، یعنی این حرفا را نه اینکه در بعد از مرگ ایشون میزنم، خوشحالم که 3 سال پیش در یک مطلبی در رابطه با کافه بیژن، بیژن و شهر کل نوشتم و از زحمات ایشون قدردانی کردم، که خوشحالم که موقعی که زنده بودن خودشون شاهد بودن که این کاراشون رو دیگران میبینن، ارزش میذارن و قدردانی میکنن. و برای خانم قاسمی، یعنی محل کافه بیژن پاتوقی بود برای ایرانیانی از هر خط و ربط فکری و سیاسی که داشتن. آیا اونجا هیچ وقت کار به جدال و جدل کشید در این پاتوق فرهنگی سیاسی؟ من خیلی اونجا بودم ولی واقعا هیچ وقت شاهد چنین چیزی نبودم که داد و فریاد بشه. شاید وجود خود بیژن یکی از این یک عامل بود که چنین باشه. ممکنه که افراد یک وقتی توی بس ها صدا بالا بره، ولی حتی من بارها شاهد بودم که دوستان از بیژن گاهی کمک گرفتن و اومد و با خوشرویی تمام نشست و به نظر خودشو گفت که جمع تونستن به یک نتیجه گیری بهتری برسن. من واقعا شاهد چنین مسئله‌ای در کافه بیژن که به اون شکل تشنج ایجاد بشه و یا غیره نبودم و نشنیدم همچه چیزی رو. من امیدوارم که حالا که شما این فرصت رو دادید تا ما درباره یک انسان بزرگی که واقعا در عمری که آنچنان عمر طولانی هم نداشت، 66 سال داشت، در این عمرش تونست یک سرمشق و یک نمونه خیلی خوبی برای ما ایرانیانی که اینجا با او سر کار داشتیم باشه، خوشحالم که این فرصت رو دادید تا به ایرانیان دیگه در سراسر دنیا هم اینو به گوششون برسونیم که چنین انسانهایی واقعا میتونن سرمشقی باشن برای همه ما که ببینیم با عمر خودمون میتونیم چقدر تأثیرگذار باشیم روی بقیه انسانهایی که
دوره بر خودمون بسیار. هست. یعنی ببینین قضیه شاید پیچیده نباشه، بسیار ساده است. یعنی اون کاری که بیژن دادگری در کل آلمان انجام داد که در نوع خودش قابل توجه و قابل بسیار محترم، این در بسیاری از محلهای تجمع در ایران وجود داشت. یعنی بسیاری از قهوه خونه ها در شهرهای ما، در پایتخت کشور و در حتی روستاهای ما محل نشستن داد و ستد فکری بود. می نشستن تبادل نظر، تبادل عقاید، حالا بسته به هر موضوعی، چه سیاسی چه در ایام مثلا انقلاب سیاسی و بسیاری ایام دیگه. در تاریخ مشروطه ما قهوه خونه ها نقش مهمی دارن برای تجمع مردم و بحث های سیاسی. در جریان ملی شدن نفت هم اینطور میبخشید نقش اساسی داشتن، محل تجمع بودن، احزاب مختلف افرادشون به قهوه خونه میرفتن در محل یا جای مختلف. یعنی من حرف من این نیستش که احیا کنیم این سنت رو، اما وجود داشته و متاسفانه از بین رفته یا ممانعت نظارت های دولتی باعث شده محدودتر بشه در داخل ایران. آنچه که بیژن دادگری در نوع خودش انجام داد خب قابل احترام هست، این سنت دیرینه رو در جای دیگه به اصطلاح روشن نگه داشت و مؤثر همچنان. آیا پس از ایشون کافه بیژن ادامه داره؟ کافه خوشبختانه الان هنوز باز هست و ظاهرا یکی از کارکنان کافه که در اونجا سالیانی است دارن کار میکنن قبول کردن که ادامه بدن و از این خبر همه ایرانیان خیلی خوشحال شدن. به خصوص همه آرزو میکنن که شکل و شمایل کافه همون جوری که بیژن آراسته بود که بسیار زیبا با آلتهای موسیقی مختلف ایرانی، هندی، چینی به همون شکل بمونه، نه اینکه تغییر کنه. و تا اینجایی که شنیدیم خوشبختانه قرار هست فعلا به این شکل کافه ادامه پیدا کنه. یک نکته ای رو که آقای چارلنگی میخواستم خدمتون بگم، بیژن وقتی که برمیگرده ایران حتی بهش پیشنهاد کار خیلی خوب میکنن در دولت، ولی نمیپذیره اون کارو و چون گفت این انقلاب آن چیزی که ما میخواستیم نیست و از همون ابتدا متوجه شد که مسیر منحرف شده و بعد برمیگرده که بعد این کارو اینجا ادامه میده. البته میگم اون موقع فعال جبهه ملی بوده و به هر صورت واقعا فقدان بیژن اینجا خیلی برای جامعه ایرانی احساس خواهد شد و ما متاسفانه در کلن هیچ گونه محلی رو برای تجمع ایرانیان نداریم، هیچ خانه فرهنگی نداریم، هیچ خانه‌ای که خانه ایرانیان باشه نداریم و واقعا کافه بیژن یک خانه کوچیکی برای ایرانیان بود که می رفتن اونجا می نشستن تنهاییاشون با بیژن درد دل می کرد. این نکته ای رو هم که آقای چارلنگی لازمه بگم اینه که بیژن چقدر همیشه از تمام مسائل سیاسی اجتماعی مطلع بود و مطالعه میکرد. اشپیگل و آبونه بود و همیشه اخبار آلمان و ایران رو میخوند، همیشه بروز بود، همیشه رادیو گوش میداد و در بیمارستان هم زمانی که متاسفانه سرفه میکنه و به خون ریزی میفته در حال گوش دادن اخبار ایران بوده. روانش شاد و چراغ خانش همواره روشن بود. سپاسگزار هستیم خانم اختر قاسمی، با سپاس از شما. در سطح دیگه، در جای دیگه، در کشور دیگه، در ایتالیا کواتریو مالاپارته نویسنده معروف ایتالیایی چون این زمینه ای رو در سطح ملی فراهم کرده بود با نوشتن و آثاری که منتشر کرد. در سطح شعر کلاسیک خود ما داریم
چنان با نیکوبت سر کن که بعد از مردنت اوفی مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزند. خب این بیت شاعر ایرانی بویی هم از تعبیرهای دیگه درش هست، اما نشانه ای هم از فراهم کردن زمینه همزیستی با افکار دیگر نیز درش به وفور دیده میشه. سپاسی دوباره از خانم اختر قاسمی و با آرزوی گسترش چنین روحیه‌ای در عرصه اجتماعی ایران و عرصه سیاسی ایران. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. تا لحظات دیگه. پی میگیریم تفسیر خبر رو. در این نیمه از برنامه با من و شما هستند خانم مریم مزنزاده، نماینده آقای کاظمنی بروجردی در اروپا و فعال حقوق بشر هلند آمستردام. سلام به شما. سلام و درود بر شما جناب چالنگی و همکاران محترم شما و بینندگان عزیز و محترم. از شما میشنویم آخرین خبرها رو راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران، به ویژه وضعیت زندانیان سیاسی. به طور خلاصه بخوام اگر عرض کنم خدمتتون، میتونم استناد کنم به آخرین گزارش مربوط به دیدبان حقوق بشر که گزارش سالیانه خودش رو برای سال 2015 اینجور منتشر کرده و با این تیتر که وضعیت حقوق بشر با وخامت جدی روبروست در ایران. البته این گزارش مربوط به 90 کشور مختلف است، اما در مورد ایران هم ذکر شده. در این گزارش تصریح شده که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران به کمک و پشتیبانی به قوه قضاییه به شدت و با قدرت مردم ایران رو سرکوب میکنن و نقض حقوق بشر و حقوق بشر رو به اصطلاح نقض میکنن. در این گزارش که خیلی هم برای ایران به نظر من البته کامل نیست و تنها اشاره های کوچک شده، اما تا این حد اومده که در ایران زنان و اقلیت های قومی و دینی با نقض حقوقشون مواجه هستند و با تبعیض مواجه هستند. همچنین به رشد فزاینده اعدام ها اشاره کرده که به نوعی حتی میشه گفت تا 600 نفر در سال گذشته ذکر شد. بله، اون وقت در اینجا اشاره شده به این که خود شما اشاره کردید که در سال گذشته اعدام ها افزایش پیدا کرده، اما آیا به این نکته توجه داده شده که در دوران دولت آقای حسن روحانی وضعیت در زندان ها همان بوده که بود؟ بله، در همین گزارش تصریح شده با وجودی که البته این مقامات دیدبان حقوق بشر این رو ذکر کردن که ما امید داشتیم که برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره حسن روحانی به خاطر خب قولهایی که داده بوده یا به خاطر شخصیتی که از ایشون به اصطلاح این مقامات دیده بودن، ولی همچنان دیده شد نتیجه کار ایشون رو اصلا امید بخش ندونستن و به طور کلی نتیجه گیری کردن که اصلا بهبود نیافته و خیلی بدتر شده وضعیت حقوق بشر. خب وضعیت زندانیان بیمار چی؟ وضعیت زندانیان بیمار که تا اونجا که من اطلاع دارم یک کمپینی از سوی زندانیان کمیته پشتیبانی از زندانیان سیاسی انجام شده بود که حدود 100 نفر یا بیشتر زندانی رو عنوان کرده بود و آخرین خبری که من دارم در مورد نهاد بروجردی سیویل رایتس گروپ هست که این نهاد یک گزارشی رو نسبتاً کاملتری رو جمع‌آوری کرده و ارائه داده که در اون 145 زندانی از زندان‌های مختلف ایران از اوین و رجایی شهر گرفته تا کارون و ارومیه، ماهشهر و بسیار از زندان‌های دیگه تا حالا گردآوری کرده این 145 نفر زندانی با وضعیت وخیمی مواجه هستند، نیاز به دارو و درمان دارن اما رسیدگی نمیشه بهشون
همچنین البته این گزارش در حال تکمیل کردن هستش. این نهاد بودجه سیوی رایتس گروپ، یکی از بدترین موردهایی که در این گزارش ذکر شده وضعیت آقای سید حسین کاظمیانی بروجردی هست که تازه ترین خبر در مورد ایشون بیانیه و نامه ای بوده که از سوی انجمن جهانی پزشکی WMA صادر شده. آقای دکتر خاویر دو رئیس این انجمن نامه نوشتن به مقامات ایران و به سازمان های مدافع حقوق بشر که وضعیت آقای کاظمیانی بروجردی نیاز فوری به درمان داره، وضعیت وخیمی داره و تاکید کردن که باید هر چه زودتر تحت درمان قرار بگیره و همچنین این زندانی عقیدتی باید آزاد بشه. تا این نامه آقای دکتر دو و حالا میتونم اسم ببرم از زندانیان زیادی که از موارد مختلف ناراحتی روحی و جسمی رنج میبرن، حتی مثلا زندانیه که اخیراً دستگیر شده به نسبت جدیدتر هست، آرش صادقی که نیاز به جراحی داره و میگم لیست خیلی طولانیه که میتونم. متاسفانه فهرست زندانیان سیاسی بسیار زیاد هست و بیمار، از مسعود باستانی روزنامه نگار گرفته تا ابوالفضل عابدینی تا ارژنگ داوودی تا رسول بوداغی معلم و و و بسیار بسیار زیاد هست اسم همشون. بله در این لیست هست. بله و بعد این توضیح رو من برای بینندگان بدم، برخی از بینندگان که احتمالاً آشنایی ندارن، آقای کاظمیانی بروجردی روحانی شیعه که خواستار جدایی دین از حکومت هست، به همین خاطر هم به زندان فرستاده شد در حکومت فقیه و مورد شکنجه مستمر قرار گرفت به گواهی نهادهای بین المللی مربوط به حقوق بشر، از جمله سازمان عفو بین الملل تایید کرده که بارها ایشون مورد شکنجه قرار گرفت، همچنان که زندانیان دیگری نیز که اشاره کردم مثل ارژنگ داوودی، رسول بوداغی، مسعود باستانی، ابوالفضل عابدین و بسیاری دیگری که در زندان ها هستند. اما خانم مریم مدسنزاده، اگه نهادهای بین المللی این انتقاد رو متوجهشون هست که زیر فشار پرونده اتمی ایران یا زیر گستردگی پرونده اتمی ایران عملا وضعیت حقوق بشر در ایران رو اونچنان که باید توجه نمی کنند، دست کم از طرف دولت های اروپایی. بله، از طرف دولت های اروپایی که خب جناب چنگی هم که فرمودین یک مقداری که خب چون اونا دغدغه خودشون دغدغه‌شون این هستش که به صلاح این گفتگوهای مربوط به مذاکرات اتمی زودتر به نتیجه برسه، شاید به نوعی میخوان از شانتاژ های رژیم به صلاح کنار برن و به صلاح دل رژیم رو به دست بیارن، چیزی نمیگن. یک مورد اینه که خب اون دفاتر سیاسیشون هست، به نوعی دیده میشه، حتی در ملاقات هایی که باشون انجام میشه متوجهیم که نمیخوان بگن زیاد. یک مشکل دیگه ای که مدافعین حقوق بشر با مواجهن فعالیت های مربوط به اتاق های بازرگانی در کشورها هستن، به ویژه کشورهای اروپایی مثل کشور بزرگ صنعتی اروپا مثل آلمان، که اونها خیلی شدید مقابله میکنن با مدافعین حقوق بشر، به نوعی گزارش های اونها رو رد میکنن، قبول میکنن، خیلی از گزارش هایی که داده میشه رو منصوب به اپوزیسیون میدونن و ما مجبور هستیم که حتما گزارشاتمون مستند باشه. خیلی سخت تماس گرفتن با ایران، ولی خانواده ها باید مورد چیز قرار بگیرن، به هر حال این ریسک رو بکنن تا تماس بگیرن. این مشکلات وجود داره برای مدافعین حقوق بشر. البته من به مدافعین حقوق بشر نمیتونم این ایراد بگم، البته بعضیاشون هستن، مثلا از نظر من، حالا اینجا من میگم شفاف عمل بخوام بکنیم، مثلا دیدبان حقوق بشر خیلی جاها کوتاهی میکنه و عنوان نمیکنه، خیلی راحت مثلا گزارش میده و عنوان میکنه که چرا رهبران مثلا اسلامی در آمریکا مانیتور میشن، اما این همه نقض حقوق بشر در ایران رو به راحتی نمیبینه با وجودی که اسمش دیدبان حقوق بشر. اما خب نهادهایی هم مثل امنستی اینترنشنال خب خیلی دارن کار میکنن، خب با حجم عظیمی از گزارشات نقض حقوق بشر در دنیا مواجهن، خب یکیش هم ایران هستش که اون هم ایران انقدر گسترده است که در هیچ برنامه جا نمیشه حتی اسم بخوایم ببریم که این همه زندانی، این همه موارد نقض حقوق بشر. بنابراین نمیشه زیاد به اونها ایراد گرفت. اما
مشکل بزرگی که تمام مدافعین حقوق بشر دارن، حتی در سطح مثلا سازمان ملل، حتی در سطح سازمان ملل با مواجهه نداشتن اهرم اجرایی هست. یعنی اونها فقط میتونن بیانیه صادر کنن و گزارش بدن، اما اهرم اجرایی ندارن. بله، ولی یک نکته وجود داره که دولت هایی که عضو سازمان ملل هستن یا دولت های قدرتمند که نقشی دارن، اینها میتونن به هر حال وضعیت حقوق بشر در کشورهای مثل ایران رو بخشی از توجهشون در سیاست خارجیشون قرار بدن. همونطوری که آقای جیمی کارتر در سال 1979 یا پیش از، اصلا در کمپین انتخاباتی جیمی کارتر، وضعیت حقوق بشر در کشورهای دوست آمریکا یکی از شاخصها بود. کمان که وقتی روی کار اومد آقای کارتر هم پاشو توی یک کفش کرده بود که وضعیت حقوق بشر در ایران نابسامانه. دولت ها نمیتونن چنین کاری بکنن؟ بله جناب چالنگی، دولت ها اهرم اجرایی دارن، باید این رو بخوام و براشون دغدغه باشه و براشون مهم باشه، همون گونه که مذاکرات اتمی و هسته‌ای براشون مهمه، چون اون رو ناقض و متناقض با امنیت خودشون تصور کردن و بر این باورن که باید زودتر به نتیجه برسن، بنابراین اون رو دغدغه اصلی خودشون قرار دادن. اما اگر این رو هم بدونن و توجه داشته باشن که مورد نقض حقوق بشر میتونه امنیت جهان رو به خطر بندازه، همون گونه که تاکنون انداخته، فقط موضوع زندانی کردن یه عده نیست، این عده دارن آزادی رو فریاد میزنن، انسانیت رو فریاد میزنن، عده زیادی در برای حقوق بشر در و صلح جهانی، حتی صلح بر خود کشور خودشون و صلح بر کشور دیگه داشتن کار میکردن. ولی این ندیده گرفتن اینها میتونه مثل یک بیماری مصری ناامنی رو به همه دنیا منتقل بکنه. بنابراین اونها دارن و راحت میتونن همون جور که وقتی که میخوان و تصمیم میگیرن با هم باشن، ما دیدیم بعد از حادثه پاریس تمام مقامات دولت ها اکثریتشون اومدن با یه اتحاد قشنگی تو خیابون نشون دادن و این خودش خیلی تاثیرگذار بود. وقتی که میخوان خب یک تحریم شدیدی رو میذارن و جلوی یک دولتی رو میگیرن به راحتی. بنابراین اگر بخوان و برای خودشون این رو سرلوحه قرار بدن و دغدغه اصلی کشورشون قرار بدن، اونها دارن. ولی من عرض کردم سازمان ها و انجیو حقوق بشر منظورم بود که ندارن. وگرنه دولت روشن بود، منظور شما کاملا روشن بود، من فقط توجه دادم به اینکه دولت ها در قدرتشون هست که چون این اقداماتی رو به عمل بیارن، کمان که همین دولت های اروپایی بسیاری از افراد سرشناس ایرانی مخالفان حکومت ایران کشته شدن، نادیده گرفتن در مواردی از در آلمان فرخزاد و جاهای دیگه، فرانسه دکتر شاپور بختیار، البته برخی از افرادی که دستن در کار بودن محاکمه و محکوم شدن به زندان، ولی دیدیم که آقای وکیلی راد وقتی برگشت به تهران چگونه مورد استقبال حکومت ایران قرار گرفت. بله. اما باز دولت های اروپایی چشم بر این موضوع هم بستن. اونی که شما اشاره کردین خطر جهانی، بله، آلمان هیتلری هم ابتدا از نقض حقوق بشر در چارچوب قدرت هیتلر در داخل کشور آغاز شد و بعد خطر جهانی شد، همونطور که فتوای قتل سلمان رشدی الهام بخش اقدامات بعدی شد که قتل روزنامه‌نگاران شالی ابدو، همونطور که انقلاب اسلامی ایران و به قدرت رسیدن روحانیت شیعه در ایران الهام بخش شد برای بیداری ویروس‌های خفته آنچه که قدرت طلبی گروه‌های اسلامی بود در خاورمیانه که دیدیم به کجاها رسیده و میرسه. اما هر از شنگای آیت الله خامنه ای صحبت ها یا نامه یا حرف های میزنه خانم مرزنزاده که از نظر برخی ختمش تازه تلقی میشه برای گروه های تحت فرمان جمهوری اسلامی، تفسیر شما رو میشنم، چون این هست نیست از جمله نامه اخیر ایشون یا سخنان اخیرشون؟
برای به اصطلاح خب بیشتر این اظهار نظر و نامه هایی که مقامات ایران انجام میدن و صورت میدن میشه مصرف داخلی داره، حالا گاهی هم در سطح بین المللی سعی میکنن تبلیغ کنن و بعضی از کشورهایی رو که مثل حالا بورکینافاسو یا کشورهای مثل اون طرف آسیا، کشور کوچیکی هستن، اندونزی و مالزی، بعضی از طرفداران خودشون رو خوشحال بکنن، منتهی سعی میکنن که به این شکل باز برای خودشون وجهه جهانی بخرن. اخیراً آقای خامنه ای نامه ای نوشتن خطاب به جوانان غربی، اگر منظورتون همین باشه، بله. برای اروپا و شمال آمریکا به ویژه، و اونها رو دعوت کردن که بیاین معذرت میخوام تحت تاثیر تبلیغات به اصطلاح رسانه ها به تعبیر ایشون قرار نگیرین و اسلام رو از منابع اصلی اون و پیغمبر و قرآن بیاین بخونید و یاد بگیرید، و همچین نامه ای رو نوشتن که اگر اجازه بدین من چند تا نکته به نظرم میاد در مورد این عرض کنم. این نامه اولا که کسی که میاد دعوتی میکنه از یه عده خودش رو بالاتر میدونه و از اونها دعوت میکنه که بیان یاد بگیرن و ایشون بیشتر میفهمن. خب ایشون وقتی که بیشتر میفهمن و میخوان این رو یاد بدن به جوانان غربی، به تعبیر خودشون به جوانان غربی بگن چگونه از این منابع اینها اسلام رو یاد بگیرن، این منابع چگونه است، شما خودت که چیزی یاد نگرفتی، ما الان چند نمونه رو با توجه به زیغه وقت فقط اسم بردیم که چگونه زندانی که زندانیانی که دارن رنج میکشن از درد و رنج و هیچ کس نمیتونه تحمل کنه، یک نفر مریض، حتی در جنگ ها هم مریض ها رو اجازه میدادن بذارن کنار، بعد ادامه جنگ رو میدادن در اون زمان قرون وسطا حتی، و نمیمدن جنگجوی بیمار رو حتی بکشن، شما زندانی بیمار رو میدن. این نشوندنده رفعت اسلامی تونه مردم اینو از شما یاد بگیرن؟ از کدوم منبع؟ این منبع رو کی تا حالا یاد گرفته؟ کجا عمل کرده شما ها نشون میده که خلاف این بوده؟ این عمل کرده خودتون که اصلا حکومتتون اسلامیه، میگید بر اساس قرآن، مردم دارن میبینن اینجوری نقض حقوق بشر میکنید، جنایت میکنید، از بین میبرید، خشونت میکنید، در سطح بین المللی جنایت میکنید، ترور میکنید، شما یاد گرفتید که میخواین به دیگران هم یاد بدید، از کجا یاد گرفتید، منابعتون چی بوده؟ بنابراین به هیچ وجه حرف ایشون سندیت نداره و به نظر من مضحکه حتی همچین دعوتی که از طرف دیگه این توجه رو نمیشه داد که جوانان کشورهای دیگه، کشوری که شما زندگی میکنید یا اینجا آمریکا یا انگلستان یا جای دیگه، خب نگاه میکنم وضعیت جوانان در ایران رو ساده ترین راه که ببینن اونا واقعا چقدر خوشبخت هستن، چقدر زندگی عالی دارن، چقدر شاد و شاداب هستن. همه اخبار این هست، الان تعداد زیادی خبر من دارم که نه وقتش هست نه که، باز هم گرفتاری های تازه برای جوانان از استفاده از فیسبوک گرفته تا بله. نوع لباس و پوشش و مهمانی که داشتن ریختن و باز گرفتن. این حرفا رو برای کی میزنن خانم وزنزاده؟ شما گفتیم مصرف داخلی داره. بله. این آقای طایب هم گفته، مهدی طایب هم گفته، همونطوری که آقای خمینی به گورباچوف گفت که به اسلام بیایید و اینها و آمدن و فروپاشید، الان هم به این جوانان غرب که گفتن همینطور خواهد شد آقای خمینی. اینطور نیست؟ مخصوصا الان بعد از این همه اتفاقاتی که دارن همه دنیا شاهدن، به هر حال اگر این حرفا رو در زمانی میزدن که هنوز میخواستن با اسب خبر بدن و چاپار ببره نامه ها رو، شاید تا وقتی که خبر به دیگران میرسید، ولی با این حجم عظیم اطلاعاتی که هر ثانیه داره جابجا میشه و مردم از همه جای دنیا خبر دارن، تو تلویزیون نمشون میدن، اینجا الان در اروپا و در هلند حتی برای نمونه که شما فرمودین، هر روز که خب با اگر با مثلا افرادی که مال همین کشور هستن من دیدار کنم، قشنگ اخبار ایران رو دیدن و شنیدن و میدونن و با من صحبت میکنن که میدونن مثلا ایرانی هستن، میگن دیشب ما اینو شنیدیم، اینو دیدیم. واقعا همه مردم دیگه الان آگاهی دارن، حتی مردم داخل که با وجود اینکه این همه فیلتر میشه، کانال های تلویزیون ماهواره‌ای رو فیلتر میکنن، سعی میکنن اطلاعات کانالیزه بشه و خودشون اطلاعات رو برسونن، خب این هم یک نقض حقوق بشر دیگه هست و اجازه نمیدن مردم به راحتی دسترسی داشته باشن. بله به این شکل حتی در ایران هم مردم به راحتی اینو میدونن
و فقط برای یک طیف خاصی از مردم ایران که شستشوی مغزی داده شدن و به اصطلاح طرفداران پروپاقرص خود مقام رهبری هستند و یک ضد از مردم دنیا که باز اونها هم همین شکلی به اینها نگاه میکنن به عنوان قهرمان ضد امپریالیست خودشون نشوندن، بالا تبلیغات خودشون مصرف داره، وگرنه بقیه مردم به راحتی دارن میبینن مخصوصا بعد از این اتفاقاتی که در سطح دنیا افتاده با تروریست و خشونت های اسلامی. بله، البته دو نظرم هست درباره این دو طیفی که گفتید. نظر اول اینکه این مبارزات ضد امپریالیستی بسیار بسیار معتقد هستن، نه اعتقاد، بر اساس اطلاعات که بسیاری از اعضای حزب پیشین توده هستن که نفوذ کردن در رده های بالای حکومت هم هستن، وجود دارن با ریش و پشم اسلامی، اسلامی به معنی فقاهتیش، ولایتیش، هرچی که هست. و طیف دیگه هم که گفتید شستشوی مغزی، معتقد هستن که چنین نیست، مغزی در کار در میان نیست، بلکه مسئله منافع و مسئله اقتصادی هست. بله خیلی این نیست؟ البته آقای چنانگی این که هست، خب یه عده خیلی زیادی هستن که خب از این آبشخور به اصطلاح تغذیه میکنن و واقعا رفتن این رژیم یعنی نابودی کامل اونها، چون جوری عمل کردن که دیگه بعد از اینکه این رژیم بره شاید به نوعی برای خودشون هیچ جای دنیا رو قابل زیست نمیدونن و جوری انا زندگی کردن و به همه ظلم کردن و چپاول کردن اموال دیگران رو که فقط بقای خودشون رو در بقای این رژیم میدونن. این وجود داره، اما هستن و نمیشه کتمان کرد افرادی که هرچند ممکنه عدهشون خیلی زیاد نباشه در بین جمعیت ایران، خب قابل صرف نظر هست این عده، واقعا عمیقا اینها رو هنوز نماینده خدا میدونن و اعتقادی به اونها نگاه میکنن. اینو نمیشه کتمان کرد. به نظر من چون صحبت کردم با خیلی هاشون قبلا وقتی که در ایران بودم، میدیدم که چگونه نگاه میکنن و چگونه شستشوی مغزی دادن، با تاکید میکنم روی موضوعی که واقعا یه جور شستشوی مغزی عجیبی، انگار که واقعا مفتون شدن، به هیچ وجه واقعیت ها رو نمیبینن. این گروهی که مثلا حالا خودشون رو بسیجی مینامند، با خیلی هاشون من صحبت کردم، جوریه که حتی واقعیتی که جلو چشمشون اتفاق افتاده رو حاضر نیستن ببینن. موردی پیش اومده مثلا اون همیشه عنوان میکردن که مثلا بسیجی ها اینجور بهشون هر هفته آخه جلسه توجیهی دارن توی بسیجی که مثلا آقای خامنه ای خیلی ساده زیسته و فرزندانش هم همینجور، حتی نگهبان هم ندارن، یعنی گارد هم نمیاد، ولی خودش مواجه شده بوده که بیرون خواسته بوده سلام علیک کنه، چند نفر ریختن کتک زدن، بعد اون به خودش اینجوری توجیه میکرد. برای مثال حالا عرض میکنم یه نمونه، من گفتم خب دیدی که پس بادیگارد داره، میگه خب من نباید جلو میرفتم، همسرش باهاش بود. توجیهی که داشتش این بود، یعنی به حدی این شستشوی مغزی داده شده که حتی واقعیت رو میبینه قبول میکنه و اینا اون یه گروهی هستن که وجود دارن و نمیشه کتمانشون کرد. خب آیا شما به عنوان یک بانوی ایرانی در اون سالها ناچار شدید از ایران مهاجرت کنید، در کشورهای مختلف زندگی کردید و اخیرا در هلند، نگاه که میکنید به گذشته پیرامونتون، تاریخ، آیا میشه فقط با تکیه بر همین داغ و درفش و زندان یک حکومتی رو تثبیت کرد، موندگار کرد برای همیشه؟ تاریخ که نشون داده اینطور نیست و هرچه هم حکومتی قدرتمند تر باشه و هر چند هم که سلاح داشته باشه و فشار رو بر مردمانش زیادتر بکنه و با خفقان و دروغ و همه این ابزاری که تا حالا جمهوری اسلامی، البته خیلی حکومت نادری بوده، تا حالا فکر نکنم تاریخ به خودش به چشم دیده باشه همچین تاریخ به خودش همچین حکومتی رو دیده باشه، ولی این رو نشون داده، عرض میکردم خدمتون، که هرگز نتونسته پایدار باشه و به قول معروف هیچ حکومتی ضرب المثل هم هست که با ظلم پایدار نمونده و بالاخره رفتنی هست و هرچه هم این فشارها و ظلمها رو بیشتر میکنه خودش رو به پایان نزدیکتر میکنه. به هر حال این نکته مطرح هست که در چنین حکومتهایی هرچه که ظلم بیشتر میشه به گفته شما به پایانش نزدیک میشه، اما این ظلم بیشتر قربانیان بیشتری رو میگیره. آیا نهادی هست، نهادی در مجموعه این حکومت شما میبینید که
گامی بشه توقع داشت ازش که گامی مؤثر برداره برای حفظ حقوق زندانی، اونطوری که حتی در خود دین ها میگفتن، ملایان شیعه بر منبر میگفتن بارها که امام اول شیعیان به فرزندان خود توصیه کرد که زاره به من هیچ اهانتی بهش نکنید، آزاری ندین، چون نصیر شماست و مطابق قوانین و شریعت هرچه که اون زمان اعتقاد داشتن باش رفتار بشه. در چون این تجربه خودم رو میتونم در پاسخ خدمتون ارائه بدم و عرض بکنم که چون ما در NGOی که در ایران کار میکردیم با گروه آقای کاظمینی بروجردی، وقتی که دوستانمون و ایشون بازداشت شدن و ما سعی کردیم که برای آزادیشون تلاش بکنیم، به هر حال خب کمپین هایی رو راه اندازی کردیم، اول از داخل ایران شروع کردیم، حتی پیش از دستگیری آقای کاظمینی بروجردی ایشون از همون داخل شروع کرده بودن. برای میتونم بگم ایشون اصلا برای خودشون سابقه رکوردن تو نوشتن نامه به مقامات مختلف ایران و خارج از کشور، شاید اصلا این خودش یه رکورد جدید باشه که یک زندانی حتی این قدمه نش. از مقام رهبری تا رئیس جمهورهای مختلف و رؤسای مختلف قوه قضاییه گرفته تا سازمانهای مختلف، یا ایشون خودشون نامه نوشتن و برده شد و به دستشون رسونده شد توسط افراد مختلف، چه در داخل، چه قبل از دستگیشون، هم چه بعد از دستگیشون، چه برسه به نهادهای مختلفی که حالا به نوعی مرتبط بودن با وضعیت زندانی، مثل حمایت از زندانی سیاسی، کانون دفاع از زندانی سیاسی، که یکیشون همین آقای فقیر عزوی بود که الان خودش در زندانه و حتی من خودم تلفنی با ایشون صحبت کردم، به من گفتش که شما نباید در خارج جستجو کنید نجات زندانی رو، باید به داخل رو کنید، مدارک بفرستید ما حمایت کنیم، مدارک بفرستید، من خودشون در زندان حتی رسیدگی پزشکی بهشون نمیشه، هیچ کس هم نمیره حمایت کنیم، هیچ گونه کمکی به جریان ما صورت نگیره و به زندانیان ما. و حتی خود آقای روحانی وقتی که خانواده بهشون مراجعه کردن، نامه نوشتن، کتبن حضورن بهشون گفتن که بیا به کمک کن، شما وعده داده بودی برای اینکه کمک میکنی به حقوق بشر و به آزادی بیان و به زندانی ما کمک کن، گفته بوده که خب ایشون بره توبه نامه بنویسه، من نمیتونم کمک کنم. چند سال ایشون هست الان زندان هست آقای؟ ایشون الان وارده دارن 8 سال و خورده ای رو تیه کن، وارده 9 سال دارن میشه زندانی بودن ایشون. و حرف اساسی ایشون همین هست، جدای دین از حکومت. بله، ایشون هیچ حزب سیاسی هم نداشتن، فقط برای عقیده شون هستش که زندانی. خب من خطاب سخنم به بیشتر اون دسته از روحانیون غیر دولتی هست. آقای خمینی در زمان محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران پیش از انقلاب، ایشون شدیدترین نطق رو علیه حکومت کرد، نهایتا بازداشتی بود و سرانجام تبعید از ایران بود. حرمت به هر حال روحانیت شیعه رو حکومت به شدت نگه داشت، اما در حکومت ظاهرا اسلامی یک روحانی شیعه حرفی میزنه، جدایی دین از حکومت برای حفظ آبرو و حیثیت و اعتبار دین، سر از زندان و شکنجه تر میاد به این شکل شدید. اسم این حکومت هم حکومت اسلامی نهادن و حکومت ولایت فقیه. کمتر از 2 دقیقه وقت داریم، تفسیر شما رو میشنیم اگه بخواییم قیاس کنیم خانم مریم محسن زاده دنبان یکی از افراد نسل جدید. به هر حال میخواستم عرض کنم ادامه حرفتون که داشتیم میفرمودین حکومت دینی هستن، با این وجود مردم دنیا رو هم تازه دارن دعوت میکنن که بیان بشنون و بخونن و رفعت رو یاد بگیرن و از اصل دین یاد بگیرن. خب مردم نگاه میکنن بهشون و میبینن که چگونه رفتار کردن. کسی که من آورده بودم گزارش مربوط به ادیان رو، حتی در مورد پیروان ادیان مختلف، اصلا شما نگاه کنید زندانیان بیماری که اسم بردم، 2 بانوی بهایی الان در زندان هستن، کودکان شیرخواره 5 ماهه و 11 ماهه دارن، اینها بیمارن داخل زندان،
30 ماه و 22 ماه زندانی به این دو بانو دادن و همراه کودکانشون دارن این زندانی رو طی میکنن، در حالی که این دوره حبس رو طی میکنن. دیگه اصلا یعنی وقتی مثال ها رو بیان میکنی لازم به بازگو نیست، وقتی که خبرهای حقوق بشر رو میذاری مردم که مال کشور دیگه هستن زیرش کامنت میذارن و مینویسن که نمیشه باور کرد. سپاسگزار هستیم خانم مریم مازنزاده در آمستردام هلند، با سپاس بسیار از شما. خواهش میکنم، محبت کردین، لطف کردین و سپاس از بینندگان عزیز که گوش دادن و همچنین شما که این وقت رو در اختیار من قرار دادید. سپاسی دوباره. کم کم به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با ما میتونید با نشانی که روی صفحه تلویزیون میبینید در ارتباط باشید، نظرات خودتون رو مطرح کنید، بازتاب داده خواهد شد، پرسش هایی که از میهمانان برنامه ها دارید. در هفته آینده ما نگاهی خواهیم داشت به کارنامه انقلاب به طور فشرده به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی در ایران و همراهی احزاب گوناگون از جبهه ملی گرفته تا حزب توده با روحانیت شیعه، آنچه که ایران رو به چنین روزی کشنده است. به پایان برنامه میرسیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوساران درخت و زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش باد.